من دو سه مورد رو فقط نشون دادم، اما من نمیخواستم واقعا مسئله تاریخی رو اعمال کرده باشم. من منظورم این بود که در همه چیز باید شک، همه چیز رو باید از نو بررسی. یعنی این که آقا مذهب چجوری میرسه به ما؟ شما اگر سنی هستید به این خاطر که خانوادت پدر مادرتون یه چیز رو بسته بندی شده تحویل گرفتی، توش هم نگاه نکردی، چون اصلا براتون از کودکی دیگه این چیز شده که حضرت عباسی بوده اونجا و سوار عصب بود مشک رو برداشته دستش انداختن، مشک رو گرفته این دستش، دستش انداختن میدونم گرفته دندونیش دادن، دندونیش کوب کردن بعد دل شده بود. این آقا از شاهنامه دزدیده شد، اینو شیخ عباس قومی از شاهنامه دزدیده که من زید آیتم موکل آب فرات بودن توی روبریک آب، کلمه آب و خیلی نشون دادم که این مرتیکه اینا از شاهنامه فردوسی دزدیده، این گرامی توی جنگ مشکل نبوده، پرچم بوده، میگیره این دستش دستش میدازن، این در اون یکی با تیر میدنن به دندون میگیره فیلان تا بالاخره علم نمیدیده مثلا. خب اینا رو وقتی که هی از کودکی پدر من خدا رو قبول نداشت ولی غلام حضرت عباس بود، خواهر میدونم علی و فاطمه و اینا کار نداشت ولی نو حضرت عباس خب این حضرت سر پوشش خوندن باورش شد دیگه، نه رفته که باقی هم فکر کنم اعتباط من حرفم این بود که بیایی یه بار دیگه همه چیزا از بریزیم دور و اگر چیزهایی داریم با شک و تردید بهش نگاه کنیم و اینا رو نو کنیم، ببینیم چقدرش واقعاً یاوه است، چقدرش حقیقت داره. یارو آمده اینو خانم نافق به من گفت که قرار شده حالا برای من بفرسته یک کتاب، در واقع یه بابای آمده تا زمان عیسی تاریخ چیز رو قمری و هجری رو، قمری و میلادی رو با هم تطبیق کرد. آقا عاشورای سال 64 هجری تو زمستون بود. حالا شما به من بفرمایید اون تابش آفتاب و نمیدونم خیس عرق شدن و نمیدونم ده ده زدن از کشتی میگه نه اینجا زمستون. خب اینو مسئله نیست که من به یک آدمی که متاسف هست بگی فوری کارش از مخ به مشت میکشه، دوباره شما رو سرزنش فیزیکی میکنه. خب تعصب دیگه، من میگم این تعصبات نداشته باشیم و در همه اینا شک کنیم، در اینکه همه اینا قلابیه، همه اینا دکون یه عده مشخصی.